گلچینی از بهترین و زیباترین سخنان شارل دو مونتسکیو، وکیل، روشنفکر و فیلسوف سیاسی فرانسوی در عصر روشنگری تقدیم شما دوستداران علم و ادب. آبادی یک کشور از روی میزان آزادیش سنجیده می شود، نه از روی حاصل خیزیش. ظالمانه ترین شکل استبداد آن است که تحت سپر قانون و به نام عدالت انجام شود. کشور در صورتی دارای آزادی و استقلال است که افرادش آزاد و مستقل باشند. این یک قانون ازلی و ابدی است. هر کسی که به قدرت مطلق دست می‌یابد در جاده‌ای قدم می‌گذارد که به فساد و تباهی ختم می‌شود. کتابی که می‌خوانی نباید به جای تو بیندیشد، باید تو را به اندیشیدن وادارد. ثروت حکومت موجب فضیلت و رفاه جامعه می‌شود، اما اگر ثروت در یک سیستم مایه خیر و رفاه مردمانش نباشد، شر می شود و انسان باید به خاطر آن پوزش بخواهد. گاهی سکوت بیش از هر استدلالی به ما کمک می کند. سختگیری قوانین مانع از اجرایشان می شود. من مخالف مراسم پرخرج تشییع جنازه هستم. برای انسان باید هنگام تولد عزاداری کرد، نه وقتی که از این دنیا می رود. جمهوری ها در نتیجه تجمل و پادشاهی ها در اثر فقر سقوط می کنند. زمانی می رسد که سکوت بیش از همه گفته ها مقصود را می رساند. انسان مانند رودخانه است. هرچه ژرف‌تر باشد، آرام‌تر است. اندیشه پلید تنها به دارنده آن زیان می‌رساند، ولی سخنان نابهنجار به همه شنوندگان آسیب می‌رساند. برای اینکه واقعاً بزرگ باشی، باید در کنار مردم قرار بگیری، نه بالاتر از آنها. کسی که حق اظهار نظر و بیان فکر خود را نداشته باشد، موجودی زنده محسوب نمی شود. آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد، به زودی موفق می گردد. ولی او می خواهد خوشبخت‌تر از دیگران باشد و این مشکل است. زیرا او دیگران را خوشبخت‌تر از آنچه هستند تصور می کند. فقط قدرت است که می تواند جلوی قدرت را بگیرد. باید آزادی را برای مدتی از دست داد تا بتوان برای همیشه آن را حفظ کرد. من هیچ اندوهی را نمی شناسم که یک ساعت مطالعه آن را تسکین ندهد. حکومتی که با جنگ تأسیس شده، مجبور است با جنگ خود را حفظ کند. شکست خوردن به حق گواراتر از پیروز شدن با باطل است. پریشان نمودن اوضاع مستلزم هوشمندی نیست، اما ایجاد نظم و تعادل به نیروی عقل وابسته است. آدم ها هرچه کمتر فکر کنند بیشتر حرف می زنند. مطالعه کتاب یعنی تبدیل ساعت‌های ملالت‌بار به ساعت‌های لذت بخش. کسی اجازه ندارد خود را بکشد و اگر کشت، وجود خود را از میهن خود دزدیده است. صلح نتیجه طبیعی داد و ستد است. قوانین بیهوده قوانین ضروری را تضعیف می‌کند. در دوران طفولیت جوامع، رؤسای مملکت مقررات اون را تعیین می کنند. بعدها مقررات رؤسای مملکت را تعیین می کنند.
یک ساعت از عمر گذشته را به هیچ بهایی نمیتوان بازگردانید، اما با دادن چند تکه پول ناچیز میتوان تجربه های تمام عمر بزرگترین خردمندان جهان را به دست آورد. در میان کشورهای استبدادی بینواتر از همه آن کشوری است که پادشاهش تاجر باشد. آزادی عبارت است از حق انجام هر کاری که قوانین اجازه می دهد و انجام ندادن آنچه قانون منع کرده است. برای آنکه نتوان از قدرت سوء استفاده کرد، باید دستگاه‌ها طوری تنظیم شوند که قدرت را متوقف کند. اگر قدرت قضاوت از قدرت قانونگذاری و اجرایی جدا نباشد، باز هم از آزادی نشانی نخواهد بود. اوج کارآمدی مدیریت این است که فرد بداند به چه میزان و در کجا باید از قدرت خود بهره گیرد. سکوت گاه هزار معنی در بر دارد که از گفتن به دست نمی آید. باید زیاد مطالعه کنیم تا بدانیم که هیچ نمی دانیم. می شود قضایا را پیش از تصمیم گیری به محکمه وجدان تسلیم کنید. وجدان راهنمای بی‌نظیر و قاضی بی‌طرفی است. موفقیت در اکثر شرایط بستگی به این دارد که بدانیم موفق شدن چقدر طول می‌کشد. کسی که بدون فکر کردن حرف می‌زند، صیادی را می‌ماند که بدون نشانه گرفتن تیر خالی می‌کند. من مشاهده کردم که برای موفق شدن در جهان باید مثل یک احمق به نظر برسی ولی عاقل باشی. همیشه آدم ماجراجوست که کارهای بزرگ انجام می دهد. ثروت اگر با عقل توام نباشد بدبختی می آورد. نویسنده احمقی است که به سر بردن حوصله کسانی که با او زندگی کرده اند قناعت نمی کند و اصرار دارد که نسل‌های بعدی را هم عذاب دهد. عاشقان دلباخته معمولاً در سکوت به سر می برند. شارل دو مونتسکیو متولد 18 ژانویه 1689، متوفی 10 فوریه 1755، وکیل، روشنفکر و فیلسوف سیاسی فرانسوی بود که در عصر روشنگری زندگی می کرد. او به خاطر نظریه تفکیک قوا شناخته می شود که در قانون اساسی بسیاری از کشورهای جهان وضع شده است. او همچنین بیشتر از هر نویسنده دیگری برای وارد کردن لغت خودکامگی در واژگان سیاسی تلاش کرد. یکی از آثار ادبی مونتسکیو نامه‌های ایرانی نام دارد که در سال 1721 نوشته شد و تجربیات دو اشرافزاده ایرانی به نام‌های ازبک و ریکا که در حال سفر به اروپا هستند را بازگو می‌کند. او با رد حکومت‌های استبدادی و دموکراتیک خواهان حکومتی سلطنتی است. به نظر او آزادی با جدایی سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه برقرار می‌شود. او مخالف بردگی و کشتار توسط استعمارگران است. یگانه پرست است و به جاودانگی روح ایمان دارد. این دانشمند و متفکر قرن 18 میلادی بیش از 16 کتاب در زمینه‌های علمی، ادبی، اجتماعی، تاریخی و غیره دارد که برخی از آنها عبارتند از شهرت، وظیفه، گفتگوی سیلا، ملاحظاتی در باب علل عظمت و انحطاط روم. مشهورترین اثرش کتاب روح القوانین است که برای نوشتن آن 20 سال مطالعه کرده است. این کتاب بر مبنای اخلاق، سیاست، جامعه شناسی و اصول انسانی نوشته شده است.
سرانجام مونتسکیو در فوریه سال 1755 در سن 66 سالگی در پاریس زندگی را به درود گفت، اما آثار او در سال 1950 به دست مردم رسید. یادش گرامی. سپاسگزارم از شما دوستان عزیز که با لایک و کامنت های خود ما را در پیشبرد اهداف کانال تابش حق حمایت می کنید.